پلیس که با هاتون نیست. بیا خواهد نگاه کن میرم. تو کی هستی؟ همونی که پسرتو کشت. زد به کسوش. یا پلیس ها منتظرم بودن. خیلی بودن. فریت تو خبر دادی؟ آره. چرا؟ برسی رو من از کسی شکایت ندارم، مخصوصا از صفایی و زیور. دارم میارم. بیان بچه ها، بیان کمک کن. بیان سمت راستت. مطمئنی؟ بله. سلام آقا فردوس. سلام آقا یوسف. لابد اومدی. حال روز آدمایی که با حشمت فردوس در میافتن رو ببینی.
نه اومدم پدری رو ببینم که داغ داره بچه‌شه. من دوبار کشیدم، خیلی سخته. به تسلیت میام صفایی، خدا صبرت بده. میدونم خیلی سخته. آره خیلی سخت. بریم یه دقیقه اونجا بشینیم. من خودم میبرمش اگه میشه. نه میام. براش فاتحه بخون. قضیه رو شنفته من نمیخواستم نمیخواستم. معلومه که نمیخواستی. اون پدریه که بخواد یا بتونه این کارو بکنه. داشتنیز رو خفه میکرد. شنفتم من فقط میخواستم بهشم گفته بودم. من میخواستم خودم نمیخواستم اونا برات وکیل میگیرم. این دختر طاهر و شوهرش وکیلای خوبی هم درجه یکن. هر وکیلی که خودت بخوای درجه یکترینشون و بهترینشون رو میگیرم برات. اون دختر طاهر خوبه. میگم بیاد ملاقاته. پدر بزرگ، ما بابت قضیه دادگاه واقعا پشیمونیم. خیلی اشتباه کردیم. نه به نظر من تصمیم درستی گرفت. من فکر میکردم که شما ها کسی ندارین که مواظب تو باشه، اما وقت فهمیدم یه مادر مثل شیر بالا سرتونه. عروس اشنات فردوس باسم مثل یه شیر باشه.
خب کجا بریم پدر بزرگ؟ خیر میگن از سر خاک تازه نواز رفت سر خاک کنه وگر نه چی میگه؟ اسم فامیل و شماره کارت ملی و اینا چه نمیدونم یکی گفته دیگه و کجا معلوم که درسته؟ معلومه ببین اصلا نمیره نه میریم از همون دور یه فاتحه میفرستیم را بیاف ماسناست نه؟ بله بزرگ بچه هاست بریم صدای شما بریم سلام ولش کن آمد آقا بله پدر اصلا رو بردار سلام مطمئن سلام سلام اصلا رو بده آقا ببین شما اسمت چی بود؟ اسم من مهدی آقای فردوس پات مادرزاده؟ خیر با ماشین تصادف کردم بله پدر آقا مهدی بر یه گوشه بشینی من با مادرت کار دارم مادرت خیلی در مورد تو برام حرف زده به نظر میاد خیلی دلش برات تنگ شده تا جایی که چند روز پیش فکر کردم بیام هر جور شده پیدات کنم و ازت بخوام حداقل یه تلفن بهش بزنم دلتنگت
فکر میکردم میتونم همه زندگیمو بذارم تا اون برای همیشه خوشحال باشه. تصمیم داشتم این کارو بکنم، اما فهمیدم برای یه مادر هیچ چیزی نمیتونه جایی بچه‌هاشو بگیره. هیچ چیز. سختی کشیدم. خیلی. پس بیا بهم کمک کن تا کاری کنم دیگه سختی نکشم. هیچ وقت. نمیخوایم بگین چی میخواستیم بگین؟ چرا؟ چرا؟ چرا آدم از من خوششون نمیاد؟ چرا خوششون نمیاد؟ کی گفته که آدم از شما خوششون نمیاد؟ لازم نیه کسی بگه، من خودم عقل دارم. ببین از نگاهاشو میفهمم. پس نگاهاشونو درست متوجه نمیشه. شما شاید زبونتون تلخ باشه، اما دل و زبونتون یکیه. این خیلی خوبه. حالا بذارم زبونتون تلخه دیگه. به خاطر قضیه زیور این حرفا رو میزنی؟ بابا قضیه اینا نیست. پس قضیه کیاست؟ قضیه خانم بزرگه؟ شرکتتون به هم خورده؟ شراکت چیه بابا؟ پس قضیه چیه؟ من نمیفهمم. نمیفهمم چرا هرچی من میگم مردم نمیفهمن، یا من نمیفهمم چی دارم به مردم میگم. چی گفتین که خانم بزرگ حرفتون رو نفهمیده؟ ازش خواستگاری کردی؟ اونم گفت نه؟ من که باورم نمیشه. چجوری گفت نه؟ گفت خواستگاری نی، کنیز خریدنه. لابد یه جوری خواستگاری کردین که مثل کنیز خریدن بوده دیگه. من که نمیتونم برم کلاس اکابره خواستگاری کردن. خواستگاری خواستگاریه دیگه. ببین من یه اخلاق گیندی داره این تو. اون نیشت هم ببند. ده نفر امروز اضافه داریم. باشه چشم، خیالتون راحت باشه. سلام خانم. سلام. بار آقای سعیدی رو فرستادی؟ بله همین امروز صبح برش فرستادم. نوه آقای فردوس اومده با شما کار داره. نوه آقای فردوس؟ بله.
چیکار داره؟ نمیدونم، با یه خانومی اومده، میگه مادرمه. مادرش؟ بگو بیا. باشه. الهام. بله خانوم. لباسای من از خوشویی گرفتی؟ بله. دستت درد نکن. بفرمایید. بفرمایید. خواهش میکنم. اعلام خانوم. بله. نه لازم نیست. من که هنوزم باورم نمیشه موسی همچین کاری اومده اونجا. من خودم هم باورم نمیشه. خیلی خوش آمدی. سلام. 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 بفرمی خواهش میکنم. بفرمی. آقای فلاتی. بفرمی. شما عروس آقای فردوس هستین؟ من شوهرم فوت کرده، پدر محمد. میدونم آقای فردوس برای من از شما حرف زده. به نظرم دو دفعه هم سر شما با هم دعوا کردیم. واقعا؟ بله. من شرمندم. شما چرا شرمنده ای؟ اگه پای شما هم وسط نبود، بالاخره من آقای فردوس یه دلیلی برای دعوا با هم پیدا میکردیم. خب من در خدمتم. آقای فراتی گفتن با من کار دارین. راستش من تا حالا، یعنی من تا حالا تو این شرایط نبودم. تجربه این کارم ندارم. تو چه کاری تجربه نداری؟ خواستگاری. از من؟ بله. برای آقای فردوس؟ بله. پس چرا خودشون تشریف نیاوردن؟ خودش راستش به خاطر اینکه، یعنی خودش واسه اینکه پدر بزرگم نمیخواد دیگه با شما دعوا کنه. خب پدر بزرگتون میتونن زبونشون رو نگه دارن. اینقدر خشونت لازم نیست همیشه داشته باشن. اون اصلا خشن نیست خانم. اون مهربون ترین آدمی که شما میتونید تو زندگیتون ببینید. این طوریه، صاف صاف، زیر و رو نداره، زیر حرف زورم نمیتونه بره.
هیچکی هم نمیتونه از پدرش بیاره، هر جوری هم بزننش بازم از پا نمیفته. به غیر از اون دفعه‌ای که خودش اومده بود خواستگاری شما، اومده بود نه؟ بله اومده بود. وقتی از پیش شما برگشت اولین دفعه بود که دیدم. وقتی کنار دریا باش حرف می زدم دیدم که دیگه اون آدم نیست. خیال می کرد همه زندگیشو باخته. همش می گفت من دریا رو تماشا کردم ولی ندیدم. می گفت ندیدم. خیلی به هم ریخته بود. به نظرم باش خوب تا نکرده بودین. خیلی دوستش داری نه؟ خیلی. پس بهتره بهشون بگین که هر چیزی قاعده خودشو داره. مردی که از زنی خواستگاری میکنه خودش هم باید همراه خانوادش باشه. اون دفعه که اومده بود خودش، اون دفعه خانوادش همراهش نبود. به قول پدر بزرگت افتاد. میشه بری دنبال پدر بزرگت؟ مگه اینجاست؟ بله، خونه آقای علی مراده. پشو پسرم، پشو مادر، برو دنبالش. با اجازه. توی این مدتی که دیدمش اصلا ندیده بودم که حرف بزنه. من خودم هم ندیده بودم اینجوری حرف بزنه. قضیه شما رو هم شنیدم. کار درست رو انجام دادی. خیلی ممنون که اینو میگین. پدر بزرگ چیه؟ باز داری اسم من عبر میکنی؟ میگم میشه این دفعه یه کاری بکنین دعواتون نشه؟ ببین خیلی سخته. ولی باشه. سلام. سلام. سلام های فردوس. سلام های شلوات. سلام آقای فردوس. سلام علیکم خانم. این نوه ای من گفت باباز بیم اینجا. بله بفرمایید. بفرم. ممنون.
آباز چیزی بگیم نه؟ شما قبلا حرفتون رو زدین تو حیات، یادتونه؟ ازم پرسیدین که میخوام ازدواج بکنم یا نه؟ بله، یادمه. من گفتم بله. بعد ازم پرسیدین که میخوام با شما ازدواج کنم یا نه؟ بله، یادمه. شما گفتین نه. الان میگم بله. بله. من گفتم بله آقای فردوس. من حاضرم با شما ازدواج کنم. خب. خب پس. پس تمومه دیگه. هنوز نه. یعنی چی هنوز نه؟ سوال سومو یادتون رفت بپرسین آقای فردوس. هنوز نپرسیدین که اگه میخوام ازدواج بکنم چه شرایطی دارم. هرچی باشه قبوله. شما که هنوز چیزی نشنیدین. خب شما بگین بشنافه. من میخوام شما بعد از این زندگی کنین. دکی فکری ما با شما ازدواج کنیم یا آمبولانس بگیریم اینیم به زهرا؟ خب معلومه که میخوام زندگی بکنم. پس باید اول باور کنین که سنی ازتون گذشته و باید بازنشسته بشین. یعنی چی باید بازنشسته بشم؟ یعنی من نمیخوام دیگه شوهرم از این به بعد مشغول سر و کله زدن با باغدار و کارگر و کامیوندار و واسطه و خریدار و این حرفا باشه. دائم از جنوب بره شمال، از شمال برگرده جنوب. من میخوام همه چی رو ول کنه و زندگی کنه. ببین پکی باس این زار زندگی رو جمع جور بکنه. تو این چند وقته همه چی ریخته به هم. یکی باز بره ایشون نوتو. این؟ بابا این هنوز خیلی مونده که ماشاءالله واسه خودش مردی شده. باید بودید و میدیدید که چجوری راجب شما داشت حرف میزد. اصلا یکی از دلایلی که من به شما جواب مثبت دادم حرفای آقا محمده. باشه، اما به شرطی که مادرش هواشو داشته باشه. چون که حساب کتاب حالیش نی، اما مادرش حالیشه. افتاد؟ باشه، من از جانب مادرش قول میدم که هواشو داشته باشه. تمومه یا بازم هست؟ بازم هست. بفرمایید. من میخوام یه جشن عروسی هم بگیریم. دکی جشن عروسی توی سن و سال؟ به سن و سال مربوط نیست. من میخوام یه مراسمی بگیرم و به همه اعلام کنم که من دیگه خانم بزرگ نیستم، خانم فردوس هستم. ببین این که دیگه احتیاج دلم دیما نداره که. یه آگهی میزنیم به دیوار که شما از امروز خانم بزرگ نیستی، خانم حشمت فردوسی. نمیخوای یه آگهی میدیم تو روزنامه. نمیخوای تو تلویزیون آگهی میکنیم، هر جا که میخوای. اما ببین عروسی
ببین اگه اینم قبول کنم باز یه شرط دیگه از تو آستینت نمیاری بیرون؟ باشه قبوله. سلام آقا فردوس. سلام. تو که هنو همون قدی هستی که من کوچیک شما تا ابد. بجا پسر بجا ببینم خود اینا رو بار بزن. سلام علیکم آقای زرین کلاه. سلام علیکم. درست سری نمیذاری تو انبار یا اگه میوه‌های ما هر خسارتی ببینه من از شما میگیرم و اینو تو قراردادم نوشتم. سلام پدر بزرگ. سلام. خوش اومدین. خیلی ممنون. خوبی؟ بله آقا. ردیفی؟ بله. مادرت کجاست؟ بالان آقا. بکارت داره. چشم. اقساطش رو بانک مشخص میکنه. ما وام خرید 50 تا وانت رو با ضمانت شما. سلام. سلام عروس. آقای امامی نماینده بانک هستم. سلام. سلام علیکم. خیلی خوش آمدید. بفرمایید. بفرمایید. عروس ببین میخواب بانکای باربری را بندازی؟ نه توافق کم کم دارن جمع میکنن مشکله براشون داریم 50 تا وانت میخریم که تو هر نقطه شهر میوهاشون رو بفروشن قسطش هم خودشون میدن بعد که قسطش تموم شد وانت رو میزنیم به نامشون کرشی بشه اون وقت ما رو سننه 50 تا میوه فروشی تو اطراف شهر داریم تره محمده اه متخصص؟ بله خوبه به نظرت؟ عالیه شما کی اومدین؟ صبح خانم بزرگم آوردین؟ بله خونه است داره با انیس اختلاط میکنه منتظر شماست من الان کارم تمام میشه نه 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 عجله نکن من پایینم آقا عزتون خدا حافظ خدا شما این چلتا بود اینو الان بفرست بفرست خیالت راحت همین الان میدم بار بزنی اومدیم پایین؟ یه چایی بریزم پدر بزرگ ببین این قضیه وانت مانتا رو تو علم کردی؟ بله دیگه پدر بزرگ قدر این؟ ببین بالاخره یه جا عقل اون کلت جوونه زد عقلو که دیگه داشتم پدر بزرگ اکی نه خیر نداشتی ببین کار اینه وقتی میری تو سینه کار هم عقل میاد به کلت هم قوت میاد به پات افتاد؟ بله حالا کجا داری میری؟ دارم میام غرفه آج یوسف مادرت کارش تموم شد خبرم کن چشم خسته نباشی سلام علیکم خسته نباشی سلام آج یوسف سلام آقا فردوس خوش اومدی جواد جنوب باری که ماچا بپشه
خیلی خوش اومدی قربونت برم. واقعا تبریک میگم برای همه چی. بریم دفتر. خب چطوری شما؟ شما خوبی؟ قربونت برم. خیلی ممنون آقای امامی، من فردا حتما مزاحمتون میشم. با اجازه. خدا حافظ. پسر بجو این جدا علارا رو باز بزن. بجو سلام. سلام محمد. جان پدر بزرگت کجا رفت؟ رفت غرفه حاجی کریمی. برو دنبالش بگو بیاد. عمرم میخوای جلو همکاری یه چیزی به من بگه آبروی سیاست منو ببره مثلا؟ کاری نداری؟ نه مراقب. خدا سلام آقای فرزانه. سلام خانم. خوبین؟ آقای فردوس کجاست؟ داخل تو دفتر حاجی. بفرمید. خیلی ممنون. خور نداره. کار توپه. یه کار بزرگ. این کارهای روز گنگشگی که نیست که. خرانه. خرمن. هلوه مشهد. گلابی نتنس. هندونه غرق. انگور تاکستان. همیده ببین نوه من زبون خارجی ها رو بلده. یه تابلو میزنیم میوه های ایرانی. سلام. سلام خانم. عروس آمدی؟ آجی با اجازه من فردا میام قرار مداراشو میزنم. خدافر. خدافر. در مورد چی داشتین حرف میزدین؟ یه چی با یه کاره. شما یادتونه که قول دادین؟ چه قولی؟ آقای فردوس. بله بله. ببین ما قول دادیم چیزی این ور نفرستیم که نمیفرستیم. هم میفرستیم اون ور. تازه پرتغال هم نمیفرستیم. میوه‌های دیگه میفرستیم اون ور که قول ندادیم. افتاد؟ شما قول دادین که بازنشسته بشین. یعنی ول بگردم و آتل باطل جلو تلویزیون بشینم ور دلت. لا اله الا الله. این که دیگه بازنشستگی نه که. این بازنشستگیه. هر چی میخواین بگین. شما قول دادین. من قول ندادم. چرا دادین؟ نه خیر ندادم. ای چه چشم من و محمد و همون آقای فلاحتی قول دادین. نه خیر من قول ندادم. آقای فردوس. من قول ندادم. آقای فردوس اینجوری برای هر جفتمون بد میشه. ببین عروس یه چی بهت میگم. اطلاعات دشمنه با ولی باشه میگم. قول مردا به عیالشون تا وقتی سر جاشه که خرشون از پل نگذشته. ببین خر ما از پل گذشته. آقای فردوس قول قوله. قولی که به عیالت میدی نصف قوله. تمام قول که نی. آخه این حرفا چیه میزنیم؟ نه اصلا در شأن شما نیست. خیلی هم هم خانم بزرگ به این شرط به شما ازدواج کرد. خیلی هم دلش بخواد. خب آخه قولی که دادی. ببه ای قولم نمیدادم بازم اون بلره میگفت. اما من مجبورم به خانم بزرگ بگم. آخر نمیگی. چرا میگم؟ پس منم وسط راه پیادت بکنم که بقیه راه پیاده بری. افتاد؟ هر کاری بکنین بازم میگم. ببه نمیگی. چرا میگم؟ نه خیر نمیگی. نمیگی. نمیگی.